سربر از استودیوی سیمرغ سینما کارگردانش منظرعلی شیرعلی در جشنواره نهم بین المللی فیلم های دانشجویان و نخست فیلم ها بساتو که روز 4 دکامبر در الماتای قزاقستان به انجام رسید جایزه بهترین فیلم کوتاه را به دست آورد. این علاقه هفتمین جایزه این فیلم منظرعلی شیرعلی در جشنواره های بین المللی است. خبر داد در فیسبوک ژورنالیست نکروز جلیلیان. ایحت یکمان بساتو دیبیوت تحت رهبری یوری بیکوف جایزه فیلم بهترین جشنواره را به فیلم کارگردان فلسطینی امین نیفی برای فیلم 200 متر صاحب شد. این فیلم ساخته مشترک فلسطین، اردن، قطر، ایتالیا و شویتسیا قصه زندگی یک آیله در خوار میونه مونده است که بر اثر دیواربندی مرزها شفر مصطفی در یک طرف دیوار و همسرش سلوا در طرف دیگر دیوار موندند. بین خانه های آنها همگی 200 متر فاصله است، ولی وقتی به مصطفی خبر می رسد که پسرش دچار حادثه ناخوش شده است، این 200 متر برایش به 200 کیلومتر تبدیل می یابد و این پدر چقدر عذاب های را پس سر می گذارد تا این فاصله را پشت سر گذاشته به کمک فرزندش برسد. فیلم امینی نیفی در المتا جایزه برای کارگردان بهترین را هم از آن خود کرد. داینوس گاوینونیس برای اجرای نقش اساسی در فیلم کیت سفید از روسیه بهترین هنرپیشه مرد و این نما برای نقشش در فیلم خطایی که در بستر نقرگون خوابیده است بهترین هنرپیشه زن دانسته شد. یادآور می شویم فیلم کوتاه سربر در جشنواره بین المللی لیستپاد که از 20 تا 26 نوامبر در شهر مینسک پایتخت بلاروس دایر شد سزاوار جایزه کارگردان بهترین در بخش فیلم های جوانان گردیده بود. ماه اکتبر فیلم کوتاه سربر در سینما بزم بین المللی تاشکند دردانه شورای ابریشم جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. این جایزه را به کارگردان جوان تاجک منظرعلی شیرعلی هنرپیشه شورتیار فرانسوی ژرار دپاردیه سپرد. فیلم سربر درباره مردی است که با ماشین کونه ولگا به تاکسی مشغول است و او را برای بردن کوچ کرو میکنند. مرد همراه کوچ زنی را با کودک شیرمکش گرفته به خانه مادر زن میبرد. مادر زن دخترش را قبول نمیکند. مرد تاکسیران مجبور میشود زن و کودک را باز به خانه شوهرش بیارد.